نفرای سابق امنی مرگ و مردن را به گردن خود حق میدانستند و این سنگ ها را مرفت در او کوی بلند به یک کوی به اسم سبزیه. کوی سبزیه جنگل منگل داره و در اونجا به رست میکنه این سنگ ها و بهار سال روی سرجه که زمستان برف بارندگی زیاد بوده بهار سال که نفرها را آشار میگرده فامید روی سرجه این سنگ ها میورده اینجا مگذاشته. اینجا منطقه باستانی شارزایده در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری است. ما برای دیدن یکی از مکانهای تاریخی این منطقه در چوپانقل آمده ایم و از دهکده های سیاه گردن تینسر و چابهار و بازار این منطقه رسیده ایم و از قبرستانی قدیمی و تاریخی این منطقه که با سنگ های بلندی که برای مقبره ها جلب توجه می کند دیدن می کنیم. طوری که در اکثر نقاط ولسوالی جاغوری از این نوع قبرستانی ها دیده می شوند، احتمالاً محل دفن خان، خانزاده ها و افراد بانفوذ منطقه بوده است. همراهان گرامی رسانه دلتمور، درود به شما، وقتتان بخیر. خدا کند که در هر کجا هستین جور و سلامت باشین. من علی دلتمور هستم و امروز آمدیم در یکی از مناطق تاریخی، جایی که آثار باستانی و بقایای تاریخی زیادی در اینجا هست، منطقه شارزایده در یکی از نقاط ولسوالی جاغوری. موقعیت ما فعلا در قریه چوپانقل شارزایده است و در یکی از قبرستانی تاریخی آمدیم، جایی که سنگهای بسیار بلند در اینجا به عنوان یک نماد روی مقبره ها نصب شده. ما دو تا از برادر را در اینجا در کنار خود داریم که از همین منطقه چوپانقل است. در قدم اول از شما میخواییم که خود معرفی کنیم برای رسانه دلتمور. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما محمد علی محیبی است، از منطقه قلعه چابهار چوپانقل، از این منطقه پایین و خدمت بینندگان عزیز سلام برای همه شان تک تک سلام میرسانم. امیدوارم که موفق و پیروز و شادکام باشم. سلامت باشین آقای محیبی، شما خود معرفی کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما محمد کریم افتخاری هستیم از شارزایده پالوی منبر. بسیار خوب، شما رو به زحمت دادیم، بسیار تشکر از اینکه آمدید که همراه ما صحبت کنین و وقت شما رو گرفتیم. آقای افتخاری و آقای محیبی عزیز، ما هدف اصلی ما معلومات در مورد قبرستانی هست که یک قبرستانی تاریخی که برای ما جلب توجه ده. اگر معلوماتی در این مورد داشته باشین و یا معلوماتی از پدرکلان خود به این مورد شنیده باشین، خدمت بیننده های عزیز ارائه کنین، بسیار خوب میشه. اما ترچی که از تاریخ قبلی خمو کتاب تاریخی نداریم، اینجا نظر به شنیده ای که از بزرگان شنیدیم، امی آثارهای تاریخی که سنگایی که روی از این مقبره ها هستند میگه که این خم کسانه که نفرهای سابق امی مرگ و مردن را به گردن خود حق میدانستند و این سنگا را مرفت در او کوی بلند به یک کوی به اسم سبزیه. کوی سبزیه جنگل منگل داره و در اونجا به رست میکنه این سنگا را و بهار سال روی سرجه که زمستان برف بارندگی زیاد بوده بهار سال که نفرها را آشار میگرده فامید روی سرجه این سنگ ها را میورده به اینجا مگذاشته. با این که میگفته هر موقعی که ما دنیا را بدا گفتیم همین سنگ را به عنوان قلعه‌سنگ ما سر قبر ما شیختیم. بله. همین تاریخ سه ما از این قبرستان دیریم ولی از بیشتر اطلاعات دیگر نداریم. ما از قبرستان دلیلی که کسا خواسته که سنگ های چقدر بلند باشه چی بوده؟ شما در این مورد چیزی شنیده؟ نه مورد چیزی که سب باشد هم نشنیدیم، شاید بخاطر و همو به عنوان یک مثلا یا یادگاری یا یادماندنی که این قبرستان و قبر ما گم نشوه یا این خب شاید بخاطر همین احتمالا این سنگ ها در زمان آورده شده که
رواج حکاکی روی سنگ نبوده و هر کس خواسته که قبرش توسط از سنگ‌های بلند مشخص باشه. آقای افتخاری شما چه اطلاعات برند مورد ما که در بای زنایی دادی دقیق نداره نگه کن درسته کوی که سنگار آورده کوی سبزی گفتین درسته؟ چقدر فاصله داره؟ کوی بلند است یا همه جنگلزار است درخت از این تا کوه همین کوی پیش رو که دیده میشه این سر زیبات یک دو کلومیتر مسافت شاید یک دو کلومیتر یا سه کلومیتر هم قضا مسافت دیشه باشه بسیار خوب اگر در مورد منطقه خود شارزایده از شما معلومات بگیریم که چند ملابسی است و چند قریه در اینجا وجود داره شارزایده که یک شارزایده واحد است با دو ملابسی است به این یک به اسم چپنقل شارزایده یک به اسم ناوه شارزایده و چون قل شهار زایده دارای نو قریه می باشه درست خب مثل اون قریه اجرا را بله از امین پایین به بالا گرته قریه چابهار است قریه سیاگردن است غوجه پایین است غوجه بالا است قریه خارزار است گردن تیچه است کارز است ده است قریه غارا است که امو قریه غارا که میگه امو آثارهای باستانی سابقه که بود نشین بودن بله امو قریه غارا اونجه جاهایشی بوده امو کواسه آثارش هم تا حالا کم کم مانده هست بسیار خوب و ناوه هم که هست دارای افتشت قریه از یک قریه به اسم قریه سادات قریه به اسم قریه ناقلی میگه یک قریهش به اسم قریه آقل کاکه میگه فهمیدی؟ درست کهنده میگه چنبر پایین میگه چنبر بالا میگه پاسکو میگه و نوابات میگه و چوقا بسیار خوب قلیجات ادامی شانزایده یا دیگه درست تشکر شما آقای مهیده تشکر شما برای برای باسار باستانی مست که گود داره و چایی که مثلا مثلا گفت از سر بله اگر فرصت شد بیننده های عزیز ما در غارا هم موریم جای بسیار تاریخی و دیدنی است و از اونجا برای شما تصویر برداری موریم ما فعلا یک بعضی از سوالا یادم رفت که شما میپرسیدین در مورد قبرستانی معذرت میخوایم در این مورد خواهش میشه یه رقم برای شما مشخص نیست که مربوط کی میشه مثلا حتی اگر یک از این مقبره ها معلوم باشه خوب میشه مربوط چی کسی بوده مثلا او دقیقت ذات نظرم برادر ما باشه شما توضیح بدیم درست دقیق اطلاعات شجره شما با کجا برمیگرده فکر کنم مردم قلندر هستن درسته مردم قلندر هست مو مردم شاهزاده مردم قلندر هست کلا مردم شاهزاده کلا مردم قلندر سلسله نسب مردم شاهزاده به یکی از 36 پای قلندرخان میرسد و این مقبره ها احتمالاً مربوط به نواده های قلندرخان است که پس از متواری شدن از سرزمین های اصلی آبایی و حاصل خیزشان در منطقه شارزایده پناه آورده و در اینجا ساکن شدند و چندین نسل در اینجا زندگی گذراندند طول بعضی از این سنگ ها نزدیک به 3.5 متر میرسند بسیار خوب دوستان عزیز معلوماتی در مورد قریه چوپانقل و بعضی از قریه‌جات دیگه در منطقه شارزاده ولسوالی جاغوری و همچنان اطلاعاتی در مورد قبرستانی با سنگ‌های عجیب و بلند را شما شنیدین و ما کوشش میکنیم که تصاویر بیشتری از منطقه شارزاده خدمت شما تقدیم کنیم ما را همراهی کنید جهان سپاس شما وقت شما بخیر